نومو خدا و به ارسته سلام به فره خبر خوش اومدید من مسعود ملک هستم درین برنامه خوید دید دومین روز رایزنی‌ها درباره صلح افغانستان نتایج قابل عملی نشست چی خاط بوت امریکایان کوشش کی چی اور بندوسی او د امریکایی په هانتن دوست سازان چی Taliban سره دی دی غوی اخلاصون پاره خبر یو کی و رسم عجیب طلاق در ژاپن. دو میلوز نشست میان نمایندگان طالبان در خطر با نمایندگان امریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب در شهر ابوظبی با این تفاوت که بار جدا از نمایندگان طالبان در خطر از سوی شورای رهبرین گرو نیز وارد شده شدن دوام یافت حکومت افغانستان نیز از تلاش ها برای آماده ساختن این گروه برای یک نشست رو در رو با هیئت حکومت افغانستان تاکید میورزد ورزد. حسوی دیگر عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز گفته است که کشورش آنچی در توان دارد برای پیشرفت در روند صلح افغانستان انجام خواهد داد اما پرسش این است که آیا این تلاش ها می تواند که مشکلات در راه رسیدن به صلح را بردارد و نیز طالبان حاضر خواهند شد تا با حکمت افغانستان بعد تفاهم برسند مهمان من در این بحث خانم هلای ارشاد عضو مجلس نمایندگان هستند خانم شاد سلام بر شما سپاسگزار از مسئولیتتون در تون در آغاز هیئت را حکومت افغانستان فرستاده تا چه اندازه میتونه کارایی داشته باشه و در نهایت بتونه که با طالبا موفق به گفتگو شود تشکر سلام خدمت شما خدمت بیننده بسیار محترم اول خب میگم که امی قدم نیک که برداشته شده باید خیر مقدم بگوییم و بر اولین بار از تمام اعضا از تمام ماتن عزیز خود خواهش میکنم که چون سال یک پروسی ملی است اگر دکتر سبغنی یا دکتر سبب خوش ما میاد که بعد ما میده می پروسه امورایی کنن به امرای حکومت دو میره بگیم که جنجال هایی که فعلا نقایص که وجود داره در ایران یک مقدار مشکلات به وجود میاره اول خو که طالبا به صراحت میگن که ما با امریکایا صحبت میکنیم و با حکومت افغانستان صحبت نمیکنیم سوال برانگیز است که چطور با مقابل امریکایا می جگیم اما صحبت میکنیم پس امرای خود خود امریکایا به هر صورت اگر رای حل از این صحبت ملاقات به استرس ما بیایه و یا کدام قدم مثبت برداشته ها بازم خوب است اما مشکل دیگه که ما در این روان می بینم طالبا اعلان کردن که ما هیچ وقت نمی که امرای جانب افغانی یا حکومت افغانستان صحبت کنیم هم مشکل است برالاوزی که جنگ افغانستان یک جنگ نیابتی صلح هم باید توسط کسای تامین شود که جنگ به وجود آوردن مثل که به چشم سر میبینیم سه مملکت که حکومت طالبان را در وقتش به رسمیت شناختن امروز هر سه حکومت دخیل هستند و آغاز مذاکرات ساختن و مورد دیگه هم وارد شدن اعضای شورای رهبری طالبان از قطر داری گفتگاه چقدر تفاوت نشان میته و بیانگری است که این گفتگاه جدی تر از پیش دنبال میشه ببینیم قطر خیلی یک مشکل به وجود آمد که عربستان سعودی آنقدر موافق نبود که مذاکرات باید در قطر انجام بیاوه همه که یک جا میشه از کجا شروع میکنن کی با کی صحبت میکنه اینش مهم نیست اما برای ما اما نتیجه مذاکرات خیلی مهم است که اینجا باید بسیار مسائل را ما در نظر داشته باشیم یا در نظر بگیریم که نشوه که تمام دستاوردهای افغانستان به یک بار از دست بره اگر کوچکترین اشتباه از جانب افغانی صورت بگیره و یا امریکا به نحو زنها سهلنگاری کنه به قیمت تمام دستاوردهای ما تمام خواهد و فرامرز تمنا استاد دانشگاه در بس ما ما آقای تمنا سلام به شما آقای از دید شما تا چی اندازه این نشست تفاوت داره با گذشته و همچنان اراده کشورهایی را که فعلا در این نشست دخیل هستن چه گونه ارزیابی میکنید بسم الله الرحمن الرحیم رحم بارز سلام به شما خانم ارشاد و بینندگان شما در طول ماهای گذشته یک تلاش فزاینده برای به موافقت رساندن پروسه صلح آغاز شده در یک سوی ای معامله یارات متحده آمریکا است در سوی دیگرش روسیه است و در سوی دیگرش طالبان هست من تصور میکنم کمی حکومت افغانستان عقب مانده بود از مذاکرات صلح و به نحو توسط ایدو و قدرت به حاشیه رانده شده بود حضور دولت افغانستان و نمایندگان باسرایی حکومت افغانستان بتونه یک نوید خوش باشه چون هیچ گونه صلح در افغانستان تحقق پیدا نخواهد کرد مگر اینکه به مالکیت افغان ها باشه و توسط افغان ها باشه تفاوت این نشست به است که طالبان کمی آماده آمادگی بیشتری برای مذاکرات دارند هم در مذاکرات مسکو هم در مذاکراتی که با آقای خلیزات داشتند با نمایندگان ایالات متحده آمریکا مت افغانستان است که تا فعلا طالبان گفته با این هیئت گفتگو نمیکنن اما این هیئت امیدوار است که بتونه با طالبان نشست رو در رو داشته باشه چی خواهد شد پیش بینی دشوار است که بشود پیش بینی کرد که ای این مذاکرات من انجام خواهد شد اما امیدوار هستیم که انجام بشه چون که اگه انجام نشه واقعیتی است که با صلح به بنبست دیگری میخوره ولی حضور کشورهای مثل سعودی همین گونه پاکستان و امریکا تا چه اندازه میتونه که در ختم نشست یا در جریان نشست تاثیرگذار باشه بر این که گفتگو صورت بگیره میان دو طرف اگر چه باشه در سال 1376 وقتی که طالبا 1375 وقتی که طالبان قدرت در افغانستان به دست گرفتند امی سه کشور اساسی بودن که اونها رو به رسمیت سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی لذا حضور سه کشور یک نوع بازگ بازگشت به وقتی که تولد شدن طالبان به عنوان یک رژیم سیاسی در افغانستان حالا مهمی است که ما هم تاریخ تکرار میکنیم یا که تغییر کرد سیاست های کشورهایی که فعلا هم داخل است از دو زاویه میشه به موضوع نگاه کرد موضوع اول از دید طالبان هست طالبان به دنبال بازگشت به 20 سال گذشته هستند از این خاطر به حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند به خاطر میگن که ما در حکومت در اقتدار بودیم و نظام مثل ایالات متحده آمریکا اومده ما را ساقط کرده لذا می که با اونا وارد صحبت بشیم یعنی 18 سال میخوان یک خلای در تاریخ افغانستان ایجاد بکنند یعنی بازگشت به او بازگشت به تولد و زایش اولیه طالبان باشه به نظر من نقش عربستان سعودی به دلیل جایگاه اسلامیش نشر امارات متحده عربی به خاطر حمایت های لوجستیکی و پولی که به طالبان از اون مجرا داده میشد و همچنین پاکستان با عنوان کشوری که منابع تنویل و تجهیز و تسلیه طالبان در اونجا است یه هر کشور میتونه موثر باشه اما من فکر نمی کنم که حضور این سه کشور در کنار ایالات متحده آمریکا تمام قفل های مرتبط به صلح سپاسگزارم خانم شاد شما بیشتر اشاره کردین که این وضعیت حساس است ولی کارایی حکمت افغانستان چه چگونه می میگیرین حکمت تا فعلا تانسته یا جایگاهی را که باید می داشت داشته در گفتگوهای صلح ببینن فعلا خود داخل نیستن مثل که استادم برش اشاره کردن تحقق یافتن همچی یک سال امکان پذیرم نیست برش اشاره شد قبلا در طرف استاد فعلا مذاکرات که جریان داره ما امیدوار هستیم که قسم که گفته شد از طریق رسانه ها که آقای خلیلزاد تلاش داره که جانب افغانی را دخیل مذاکرات صلح بسازن اما مشکل که در حکومت یا در, در کل در افغانستان وجود داره چندین بار حکومت تلاش کرد که یک حیات تعیین کنه که در تعیین حیات اوقدر موفق نبوده و بالاخره یک برد مشورتی که در چند روز قبل اعلان شدن و تا جایی که ما شما خبر داریم اعضای زو برد مشورتی سال البته اعضای زو برد مشورتی سال که رهبرهای جهادی بودن اکثریتشان اونا تا اشتراک نکردن اینا اگه ما هر قدر پا بیرون بکشیم چی عذاب باشه چی تمام افغانا باشه چی حکومت افغانی باشه این که مسائل سال با بس مواجه میشه یک دستاور سال صلح داشت که به هیچ صورت به فایده افغانستان بله. نیست یعنی اشاره شما به مشکلات داخلی است که در بحث بله. رستن به صلح وجود داره ولی مهمتری است که حالا که آمریکا و کشورهای دیگه صحبت میکنه اینا تا چه اندازه با حکومت افغانستان با آمریکا هماهنگ هم است ببینید یک خوبی که وجود داره آقای خلیلزاد اگر به نمایندگی امریکا هم آمده افغان آمریکایی است بالاخره به با و نصب افغان است که بخوایم نخوایم یک دلسوزی و یا میربانی خود به وطن خود خواهد داشتن اما اگر ما در تلاش زی باشیم که در, در داخل افغانستان این پروسه را به رکود و یا به بنبست مواجه کنیم دستاور دستالا به نفع کشورهای امسایه میشه امروز مثلا مثلا یگانه خواسته که کشورهای همسایه مثلا ایران و روسیه و پاکستان همیشه میخواست که امریکایی ها دیگه باید در افغانستان حضور نداشته باشه اما امروز هم جان موضوعی نمیسته و اصل مطلبی نمیسته ببینید اگه ما حضور نداشته باشیم دیگه مذاکرات پس آرزوی کشورهای همسایه برآورده میشه قرارست. نه آرزوی افغانستان سپاسگزارم این بحث تا لحظات بعد ادامه خواهیم دید برینده فراخبرم پس از میان برنامه باشید باسم خوش آمدید تا هایی که مطرح شده. مثلا هدف را که امریکا دنبال میکنه گفته میشه که بحث آتش بس رهایی استازای امریکایی و گفتگوی طالبا با نمایندگان حکمت افغانستان هست در امیچون این شرایط امریکا میتونه که این خواستهای خود بر طالبان بقبولانه یا در طرف دیگر طالبا تا چی اندازه روی پذیرش داره ببینید بازیگر مذاکرات صلح فعلا بازیگر اصلی و فراده است طالبان هستند در هیچ تردید نیست که شرط طالبان میگذارند به میز مذاکره اونا میتونن حاضر بشن و اگه نخواهند حاضر نمیشن فعلا بازیگر اصلی و تاثیرگذار و بازیگر فراده است نه حکومت افغانستان است نه ایالات متحده آمریکا است و نه روسی است و نه پاکستان طالبان هستند. ولی اگر مقایسه بکنیم خواست امریکا و در طرف دیگه هم خواست طالبان را ب... چی نشان میده یعنی ب... میشه گفت که ب... بیانگری میتونه باشه که دو طرف به توافق خاط رسیدن شما اعلامیه طالبان خواندین اعلامیه‌ای که امروز صادر شد در او یکی از های اساسیشان برای پیشرفت مذاکرات بحث خروج هاست. هاست و این دقیقا با منافع منطقه‌ای و اما استراتژی های دراز مدت ایالات متحده آمریکا در قاره آسیا در تناقض است ایالات متحده آمریکا برای یک سال و دو سال و برای 10 سال به اینجا نیامده در چارچوب ناتو در چارچوب روابط ایالات متحده آمریکا روسیه ایالات متحده آمریکا چین ایالات متحده آمریکا هند آسیای مرکزی بحث انرژی یعنی در یک چتر کلان میشه حضور ایالات متحده آمریکا رو بررسی کرد تنها افغانستان دلیل مهمی برای حضور ایالات متحده آمریکا نیست از این منظر از غز... اگه به قضیه بنگرین اگر شرط طالبان برای خروج امریکایی ها شرط باشه که هیچ قابل معامله و قابل مذاکره نباشد از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا با در منافع استراتژیکش اختصا بکنه که در افغانستان باشد پس مذاکرات صلح به بمب میخوره یعنی شما میگن بحث خروج از افغانستان که یکی از مهم طالباست هیچ در اجندای ایالات ایجاد بله این در اجندای آمریکا نیست خروج از افغانستان از طرف که شرط اساسی است برای از اونا. در مذاکرات این چنینی شرط هایی که بین طرفین گذاشته میشه به سه کاتگوری تقسیم میشه شرط هایی که از طرف طرفین پذیرفته میشه مثل بحث اسرا مثل مباحث مالی یا مسائل دیگر شرایطی که نیاز به مذاکره و چانه بیشتری دارد و, شر... و شرایطی که غیر قابل پذیرش است پس خروج آمریکا از افغانستان و سایر نیروهای خارجی این شرط است که غیر قابل پذیرش است هم بیارات متحده آمریکا رفتنش و هم به طالبان نرفتن امریکا ولی فکر این به ای مورد گره. درک شده باشه سوی طرفایی که گفتگو میکنن یعنی امریکا با می پیش شرط حالا چی باشه برنامه‌ش یا ارادهش تا چی تغییر خود کرده من سوار میکنم که چند مشکل در فرآیند صلح و حضور بیارات متحد آمریکا وجود داره یک آقای خلیزاد دیپلمات بسیار مجربی هستند افغانی و اصل هستند شناخت بسیار خوبی دارند از افغانستان تزیز دکترای خود درباره ایران و مسائل خاور میانه نوشتند یعنی آدمی است که در حوزه کار کردند اما ایشان تجربه سلسازی و مذاکرات مرتبط با صلح در کارنامه حیات دیپلماتیک خود فهمشان. ندارند قید زمانی که بر این کار مطرح شده تجربه ندارند آقای خلیزاد مذاکره چی قوی در صلح نیستند دوم هیچ جنگ در دنیا جنگ داخلی در یک ضرب عجل شش ماه رفع نشده او هم وقتی که طرف درگیر یک از طرفین درگیر مبنای ایدئولوژیک داشته باشه شما ببینین بدترین قویترین و غیر قابل مذاکره شکاف شکاف های ایدئولوژیک هست وقتی که طالبان ایدئولوژی مبنای تفاوتشان به حکومت بر افغانستان است و جنگ از یک بخش از طالبان به خاطر ایدئولوژی است به میز مذاکره نشاندن اینها امکان پذیر نیست سباز. چون ایدئولوژی شما اگر از ایدئولوژی عدول بکنی یا از ایدئولوژی درباره اصول اساسی ایدئولوژی با مذاکره بنشینی دیگه چیزی به نام ایدئولوژی باقی نمیمونه سپاسگزارم آقای خانم موضوع دیگم بس مطرح شدن آتش بس شش ماه بود سوی امریکا که طالبا گفت اگر امارات متحده و سعودی و پاکستان تضمین بکنه و یک حکومت موقت همشون ایجاد شود و فرد دلخواه طالبا در رأس حکومت باشه در روز زمانی ناظر هستند که آتش بس بکنن پس شما موافق هستین که یعنی کسی که حرف اول امروز در مذاکرات میزنه گروه طالباس با موضوعی که آقای تمنا مطرح ساختن اول خب بیایی میره بگیم و صادقانه بگیم که درست است که طالبان مثلا بازیگر اصلی هستند و فراد هستند اما بیاین فراموش نکنیم ریموت کنترلشون جای دیگه است و ما قبل هم که تشویش خدا ابراز کردم که اگر ما در دا مناقشات داخلی درگیر بانیم که حالا ما عضو مذاکرات سال نیستم و الان رهبر من نیست و در دا داخل وطن سردرگیری همچون مسائل باشیم برنده مذاکرات کسی دیگه میشه خواسته های کشورهای همسایه برآورده میشه اما در قسمت حکومت موقت در یک وقتی که ما قانون اساسی نداشتیم حکومت نداشتیم دولت نداشتیم مداره نداشتیم هیچ چیز نداشتیم خب لازم بود که اگه داری موقت بیای و که بالاخره قسم موفق بود حالا که ما قانون اساسی داریم حکومت داریم دولت داریم همه چیز داریم حالا اصلا چی لازم است که ما باید حکومت موقت داشته باشیم یعنی حکومت موقت اما مطلب اصلی یا هدف اصلی کسایی که خواهان حکومت موقت هستن هدف از اون چی است که چی میخواین به نظر من با استثنای یک دو سه رهبر عذاب بزرگ که فقط یک شوق دارن که داخل ارگ یک چند روز خود سپری کنند یکی اونا بسیار مسئله حکومت موقت پیش میبرن و یکی هم کشورای استخبارات کشورهای همسایه چون که اونا میفهمن وقتی که امریکا در افغانستان باشه و حکومت مرکزی افغانستان باشه آرزوهای اونا برآورده نمیشه بله نان... وقتی که مشکلات در داخل شکر گرفته در مورد هیئت هم که معرفی شده انتخابات ها وجود داره که در مورد شما اشاره کردین پس با چنین خواسته اگر این هیئت رو برو شوه چگونه میتونن با طالب مذاکره بکنن و دفاع بکنن از طرف افغانستان و یا هم در بخش قانه شبه دو طرف موضوعی هم که آقای تمنای اشاره کرد بحث بود که گفتن آقای خلیلزاد یک کس نیست که صلح بیاره و خوب مذاکره بکنه اما حیات را حکومت معرفی کرده می ظرفیت داره یک حیات خوب است نه خیل. باز بر تان تکرار میگم که یه آیاتی که مثلا امروز یا دیروز رفتن امارات اونا رو تمام ترکیب آیات اما ام یک آیات دیگه را که معرفی کرده بودن که تمام رهبرهای جهادی و نخبه های کشور بودن دوام یک انتقاد وجود داشت که صلاحیت ها معلوم نبود و حکومت قبلا اونا رو در جریان نگذاشته بود و صرف از طریق رسانه ها اعلان شد که مثلا این اشخاص بینشان است بعد وقتی که خودم شخصا نمرای بعضی رهبرای عذاب ملاقات کردم اونا بعضی بعض گلایه ها را داشتن که بالاخره خودشان متوجه این موضوع شدن که تمام عذاب نماینده هاشون باید جمع شون امین نماینده خود معرفی کنند به حکومت که بتان حکومت امون نماینده با صلاحیت اینا در خود داشته واقعا ترکیبی است که از ارزش های افغانستان که شما اشاره کردین که در بیش از یک دهه دست اومده دفاع بکنه و دلیلشان بر ختم جنگ ها در کشور ببینین اول خود اکثر رهبرای ما شما در جنگ دخیل بوده میشه در طول تاریخ بعد وقتی که امروز مسئله صلح هست من نمیگم که نیت بعد دارن خدای نخواستن نخواد تانستن اما یک خلاه دا وجود داشت مثلا چرا در همچه یک اداره در همچه یک که تعیین میشه اینی چند موضوعی بود که باعث ناراضی بودن بعض بلد. از افراد شد اگر مشکل اما... شکل بگیره در روند گفتگاه مسئولیت به کی برمیگرده به کسایی که به گفته شما انتقاد دارن و یعنی تا فعلا راضی نبودن یا بر حکومت افغانستان که چنین کار را کرده من هم شخصا از ایشان خواستم امروز از طریق رسانه میگم که ما باید روند سال ها رو به بنبست مواجه نکنیم و امید برایم که جلسه داشتن با هم نمایندای با صلاحیت خود تعیین میکنن ان قریب شاید از طریق تلویزیون امایت خود اعلان کنند که کی از سایتشان و باید به زودترین فرصت بکنن برای اینکه هر آن تاخیری که دیگه رخ می یک فایده به استخبارات کشور هم سایه میرسه و یک کلمه دیگه میخواستم زیاد کنم در قسمت حکومت موقت اگه ما سهلنگاری کنیم اگه جانب افغانی آرام و سست پیش بره خطر دیگه هم با وجود میه برای که خاص استخبارات کشورهای همسایه ای بوده که در افغانستان یک حکومت امارات اسلامی باید حاکم باشه سباس. نه یک حکومت کی خودش یک خطر بسیار بزرگ است به تمام افغانستان و به تمام دستاورده ما اگر دموکراسی ما شکننده است اما این هم یک خطر است و فکر نکنم که ملک به طرف بحران مشا. نبرم چه آقای تمنا بس دیگه پاکستان است پاکستان نخست وزیرش میگه کشورش تلاش میکنه و از تمامی امکانات برای افغانستان افغانستان کار میگیره و همچنان در مورد نشست دیروز امروز هم میگه که ابتکار پاکستان بوده و پاکستان عملا نقش داشته حالا وقتی که اراده پاکستان در نظر بگیریم و مشکلات داخلی موجود در کشور یعنی شما فکر میکنین که این نشست ها میتونه نتایج قابل عملی داشته باشن امال... اه... علی ای که بسیار علاقمندم و یک از آرزوهای هر شهروند افغانستانی است که صلح در افغانستان تامین بشود اما من خوشبین نیستم که این مذاکرات در شش ماهی که مو برنامه ایالات به نتیجه برسه در خوشبینانه ترین وضعیت من تصور میکنم اگر ما به یک آتش بس چند ماه هم به این توافق برسیم با طالبان که یک آتش بس چند ماه داشته باشیم همین یک دستاورد بسیار کران است یاد شما باشه که وزارت امور خارجه پاکستان چندین سال هست که در کنار حکومت افغانستان هست وزارت خارجه پاکستان سیاست ها و پالیسی هایش آنچه که اعلان میشه دقیقا اون چیزی که ما انتظار داریم از پاکستان مهم نیست که چیزی که عمل می شود توسط آیس آی پاکستان یا بخش استخبارات نظامی پاکستان و حمایت هایی که از طالبان اینجا انجام میدن برخلاف آن چیز که آن چیزی است که از طرف وزارت خارجه اعلان میشه یعنی ما سیاست خارجی اعلامی پاکستان را در یک سو داریم و سیاست خارجی اعمالی پاکستان را در سوی دیگر داریم سیاست خارجی اعمالی چه چیزی است که ما هر روز انتحار رو و انفجار در کابل بیشتر در مورد خاص طالبان شما گفتین که خاص مهمتر بس خروج میتونه که یک مشکل ساز باشه واسه پذیرای گفتگو بیشتر بسازه اما آزادی زندانیان و بین ساختن نام طالبان از لیست سیا و خواستهای دیگه که میتونه در این بخش مطرح شود فکر میکنید که میتونه عملی شود و زمین ساز باشه بر, بر, رسیدن به تفاهم روی خواستای بزرگ میتونه زمین ساز باشه بله اما شما باید A، بی سی رو بگذارید تا به دی برسید سال امریکا با چی تضمین می و گورا پیش خاط بر فرض کنید نام طالبان از لیست بیرون ساختن و همچنان زندانیا رها کردن ولی تضمین چی که باز به صلح دائمی برسید ببینید در صلح توری است که خواسته های طرفین طبقه بندی می شود این مگه من خواسته ای دارم اینو میگن شما امتیاز ای به دست میاری خواسته بی امتیاز بی همین تو بالا میره در مقابل مثلا آزادسازی زندانیان طالبان شما آتش بس یک ماه داری در مقابل فلان امتیاز دیگر امتیازات مالی یا هر چیز دیگر یک امتیاز دیگر به دست میاری او تو نیست که خواسته های ای ایر مطرح کنه به طرف مقابل دیره بده نیست که یعنی چیه؟ در برای اداره موقت فقط یک چیز خانم اشاره کردن اشاره کوچک می ما در طول 18 سال گذشته حدود 100 هزار نظامی در افغانستان شهید شده برای حفاظت از می حکومت برای حفاظت از می 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 دست آورد ملی. اگر هر یک هزار هر نظامی 20 نفر در داغش نشسته باشه ما دو میلیون نفر داغدار در افغانستان داریم که برای حفاظت از گفت اینا چه میشون تکلیفشان اینها تنها نظامیان هستن غیر نظامیان لذا هیچ منطق حکم فرمانی حکم نمیکنه که شما یک درخت را قطع کنید و در کنارش یک نهال تازه حکومت موقت یک عقبگرد بسیار کلان است بسیار کوتاه بگین که پس فایده نشست یا نتایج می نشست چی خواهد بود از دید شما؟ ببینید نتایج نشست می تانه مثبت باشه مخصوصا وقتی که امرال خان عرض تویت می کنه در خود و من من یک مادر افغان ازش تشکری می که طرز تفکر حکومت پاکستان تغییر کرده و امیدوارم که نمی تغییر باید که کم فشار سر استخبارات آورده شود بنان خوشبین هستیم اما ما منای افغان باید خود کم دخیل بسازیم در این پروسه دغیر غیر سو به فایده کشور و تمنا از حضورتان در این بحث پایان فرا خبر وقت بخیر خدا نگهدار آداب و رسوم عجیب مردم جاپان در بسیاری از موارد موجب حیرت بسیاری ها می شود که بیشتر آن هم در چگونگی مراسم های خانوادگی مشاهده شده است با اینکه در این کشور برای پیوند ازدواج مراسم باشکوه برگزار می کنند اما همچنان در زمان که حس کنند ازدواجشان در خطر است و بیشتر از این نمی توانند ادامه دهند نیز با برگزاری مراسم عجیب آن را به اتمام می رسانند نکته عجیب این مراسم این است که زوج های ناراضی پیش از که به صورت رسمی طلاق بگیرند و برگه طلاق را امضا کنند در مراسم باشکوه و عجیب با طلاق را قبول می کنند و با سرور شادی و برپایی جشن می پردازند و همچنان موضوعی جالب دیگر در مراسم این است که زوج جدا شده از هم حلقه های ازدواج خود را روی زمین می گذارند و با چکش شروع به شکستن آن می کنند